خب دوستان عزیز، میرسیم به گزارش اقتصادی هفته. میخوایم نگاهی بکنیم به برخی تحولات و همینطور آمار و ارقام اقتصادی. گزارش رو همکارمون خانم مریم فرشید برامون آماده کردن و الان حضور دارن. با سلام به شما و به برنامه سرخط خوش آمدید. منتظر گزارش اقتصادی هفته هستیم. با سلام به شما و ببینندگان عزیز برنامه سرخط. در رابطه با مسائل اقتصادی در حال حاضر روی ایران هم بحث زلزله است که صحبت‌های خیلی بسیاری سر موضوع زلزله شده، اما چند تا موضوعش رو من میخوام اشاره کنم سر خسارت‌هایی که در واقع به مردم زده. بر اساس برآوردی که استانداری رژیم توی خود کرمانشاه کرد، برآورد اولیش این بوده که در حدود 2600 میلیارد تومان مجموع برآورد خسارت‌هایی بوده که تا الان حساب کردن، که البته این خیلی کمه نسبت به اون چه که رخ داده، چون به دلیل خرابی 7 شهر و نزدیک به 2000 روستا طبعاً خسارتی که بوده خیلی بیشتره. یا مثلا عکس‌های هوایی که نشون دهنده اینه که مثلا از شمال سرپل ذهاب گرفته شده، تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که در مجموع 3300 ساختمون توی این روستاها آسیب دیده. و البته خب شرایط در حال حاضری که مردم توش هستن، وضعیت بارندگی، گلولایی که زیر چادراشون اومده، سرما که اینها هم همه مزید بر همین شرایط و خساراتی هستش که الان مردم دچارشن. اما موضوع دیگه‌ای که این هفته باید بهش اشاره کنیم، اخباری هست از افت شدید تولید در ایران که خبری تحلیلی پارس از قول یک کارشناس اقتصادی رژیم به اسم خوششهره اینطور میگه که به صورت موردی صنایع نساجی با 25% ظرفیت، خودروسازی با زیر 50% و کارخانه‌های مانند سیمان که وابسته به صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی هستند در حال حاضر با زیر 40% ظرفیت دارن کار میکنن. یا از اون طرف روزنامه حکومتی ابتکار هست که اون هم باز خبری داده در مورد فقیرسازی مردم، اعتراف تکون دهنده کرده در رابطه با فقیرسازی مردم که میگه از سال 1355 تا 1395، یعنی در عرض 40 سال، مردم ایران 30% نسبت به قبل فقیرتر شدن. که این هم باز نشون دهنده همین افت شدید تولید هست. یا مثلا فردی به اسم فرشاد مومنی که باز یه اقتصاددان توی رژیم هست، در روزنامه حکومتی جهان اقتصاد اینو میگه که تو 25 سال گذشته شاهد این مسئله بودیم که مردم ایران برای مبارزه با فقر از مواد پروتئینی و لبنی هم صرف نظر میکنند، یعنی گوشت، تخم مرغ، شیر، اینا رو همه از سفره خودشون حذف کردن به دلیل وضعیت اقتصادی که الان دارن. و این هم باز نشون دهنده اینه که خودش گفته جامعه در وضعیت ناهنجار قرار داره. خوبه که یه اشاره‌ای هم بکنیم به همین چند روز اخیر. اخباری داشتیم از گرون شدن نون که دیگه قوت لایموت مردم هست، که حدوداً 30% گرون شد و البته رژیم میزانی عقب نشینی کرد به دلیل ترسی که از اعتراضات مردمی داره. اما مثلا خب شما حساب کنید که این جمعیت 80 میلیونی حتی اگه 100 تومنم هر نفر بخواد اضافه تر برای خرید نون پول بده، چه پولی توی رژیم توی جیب دولت میره. و اینکه مثلا ما بگیم که مثلا نونواها بالاخره پول بیشتری گیرشون میاد، این هم اتفاقا اشتباه است، چون هم خودشون همین اعتراضو کردن، هم این که خب مشخصه قیمت آردم از اون طرف گرونتر میشه و یعنی هیچ تأثیری برای اونا هم نخواهد داشت و فقط همون چپاول خود رژیم هست. شما در صحبتتون اشاره کردی که اقتصاددانهای رژیم خودشون میگن که در واقع بخش تولیدی کشور خوابیده، متوقفه، چندان فعالیتی نداره. ولی از طرف دیگه دولت روحانی طرحی داشت به نام طرح رونق تولید که خیلی هم براش تبلیغات کرد. خب این تناقضی که وجود داره بین گفته ها و واقعیت ها، اینها رو چطوری رسانه های رژیم توجیه میکنن؟ این طرح رونق تولید طرحی بود که به اصطلاح دولت میخواست بیاد
یک کمک به واحدهای تولیدی بکنه بله. برای رونق گرفتن تولید و مثلا 30,000 میلیارد تومان تسهیلات وارد تولید بکنه که اینا بتونن تولید رو راه بندازن. بله. اما چه اتفاقی افتاد؟ بذارین از قول خود خبرگزاری رژیم بگم که با گذشت اینو روزنامه حکومتی ابتکار روز 30 آبان گفته. گفته که طرح تولید کم رمق و مایوس کننده است. بله. و گفته که با گذشت 6 ماه از آغاز سال 96 فقط از این 30,000 میلیارد تومان 3.96% از تسهیلات به واحدهای تولید پرداخت شده و خودش هم گفته که این رقم بسیار نگران کننده است. یعنی این طرح هم طرحی بود که فقط روی کاغذ بود و در واقع هیچ ماده‌ای برای این تولید کننده ها نداشت. ولی میخواستم سوال کنم که آخه علتش چیه؟ یعنی اینکه این میزان تفاوت وجود داره بین گفته ها و حتی چیزهایی که خودشون تصفیب کردن بعد در عمل اینقدر تفاوت وجود داره، اینو چطوری میشه علتش رو توضیح داد؟ بله، علتش ساختار فاسد، غیر شفاف و پنهانکاری های همین رژیم ولایت فقیه هست. مثلا شما حساب کنید که همین سپاه پاسداران همین الان خودش 100 تا اسکله داره که اینا رو بدون گمرک قاچاق، جنس قاچاق وارد میکنه. مثلا 25 میلیارد دلار واردات قاچاق داشته که همین کار کمر تولید و شکسته توی ایران. همچنین خود بنگاه‌های وابسته به ولی فقیه، اینها همه در واقع علت‌هایی هستن که این طرح تولید پا نمی‌گیره. رژیم اومد تحت عنوان خصوصی سازی، بحثی رو آورد به اسم خصوصی سازی و اقتصاد ایران رو سپرد به دست سپاه و بیت خامنه‌ای. به چه شکل؟ در واقع خیلی از شرکت‌ها و مؤسسات مالی و تجارتی رو به این اسم به خود بیت خامنه‌ای و سپاه سپرد و اینها هم به این وسیله شروع کردن به غارتگری اموال مردم. مثلا یک ارگانی دارن به اسم ستاد اجرایی فرمان امام که صدها و هزاران شرکت زیر دست همین ارگان همین الان داره فعالیت میکنه، یا قرارگاهی به اسم خاتم الانبیاء سپاه پاسداران دارن که با 5,000 شرکت این داره فعالیت میکنه و همه اینا هم به اسم خصوصی سازی هستن و این هم همینه که بحران، در واقع همین بحرانی که اقتصاد ایرانو فلج کرده. مثلا روزنامه حکومتی شرق سر همین موضوع اشاره میکنه به امپراتوری خصولتی ها. خصولتی هم که قبلا صحبتش رو زیاد کردیم که در واقع ترکیبی بین دولتی و خصوصیه که این کی وارد اقتصاد ایران شد؟ از همون موقع که بحث خصوصی سازی اومد، اینا اومدن مثلا خصوصی کنن، همه رو دادن به سپاه پاسداران که همش هم زیر دست دولته، برای همین اسم خصولتی رو روش گذاشتن. حالا این گفته که از مالکان 100 شرکت برتر اقتصاد ایران از یه سری اینا نام برده، گفته مثلا یکی ستاد فرمان همین امام هستن که این جزء اموال خود خامنه ایه، یا بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که باز این هم جزء اموال خامنه ایه، یا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که باز این هم جزء املاک خامنه ای هست، یعنی تحت امر فرماندهی کله که یعنی خامنه ای. یا مثلا هلدینگ های وابسته به دولت بزرگترین مالکان شرکت های بزرگ اقتصادی ایران هستن، یعنی همه اینا تحت امر خود خامنه ای هستن. خب این نهادها یا ارگان هایی که اسپوردید که اسامی جدیدی نیستن، چطور میشه که اینها این میزان دارایی و سرمایه بزرگ و عظیمی رو که وجود داره لاپوشانی میکنن؟ بله، اینا یک ترفندی به کار میگیرن که برای اینکه مشخص نشه درآمد از کجا میاد و به کجا میره و هزینه ها چقدره، اینا میان همینطوری شرکت در شرکت به همدیگه اینا ربط میدن که در واقع با این کار پولشویی میکنن. یعنی شرکت های در واقع پوششی ایجاد میکنن که از این طریق بتونن پولشویی کنن و اصلا کسی نفهمه که درآمدشون از کجا میاد و به کجا داره میره. مثلا فرض کنید خود همین روزنامه شرق که اشاره کردیم میگه که یافتن مالک و سهامداران عمده واقعی شرکت های بزرگ کشور کار آسانی نیست. یعنی کلی باید بگردید تا بفهمیم که مالکش و سهامدار این شرکت کیه. گاهی جستجوی سهامداران عمده شرکت
به نام شرکت دیگری میرسد که خود به وسیله ترکیبی از سهامداران عمده دیگر اداره میشود. شرکت هایی که چنان در هم تنیدند که گم نکردن سرنخ مدیرشان نیازمند یادداشت و جستجوی فهرستی از شرکت ها و سازمان های موازی و مرتبطه. یعنی همطوری باید بگردی تا همه اینا رو به هم وصل بشه، ولی نهایتاً به کجا میرسی؟ به همون ولی فقیه. مثلا شرکت پخش رازی که یکی از شرکت های بزرگ و در واقع پرسود داروسازی هست توی ایران، گفته که این شرکت که سهامداران عمدش شرکت داروسازی جابر ابن حیان و شرکت صنعتی کیمی دارو و شرکت داروسازی اصفه هستند. اما این تنها آن چیزیه که در نگاه اول به نظر میرسد. با کمک و جستجو خواهید فهمید که شرکت سرمایه گذاری شفا دارو صاحب 60% سهام جابر ابن حیان، 54% سهام کیمی دارو و 65% سهام داروسازی اصفه است. در نتیجه مدیریت هر سه شرکت با شرکت سرمایه گذاری شفا دارو یعنی سهامی خاصه. پس الان به کجا رسیدیم؟ به شرکت شفا دارو. اما صاحب شفا دارو کیست؟ با جستجوی بیشتر میابیم که 81% از این سهام این شرکت متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست. پس رسیدیم باز به یک شرکت دیگه طرح و توسعه آینده پویا. حالا این آینده پویا متعلق به کیه؟ اینجا باز دوباره با جستجو اینا میرسیم به این که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا رو وابسته به بانک ملی معرفی می‌کنیم. در واقع یک هزار توی شرکت‌های بله. کوششی برای مخفی کاری ایجاد کردن. برای مخفی کاری و نهایتاً هم بانک ملی دست کیه الان؟ دست خود دولت و دست ارگان‌های اصلی و مقامات اصلی. بله. یا مثلا گفته که در میان مالکان این 100 شرکت چند نام تکراری وجود دارد که جستجو برای یافتن سهامداران عمده اغلب این شرکت ها ما را به آنها خواهند رساند. یعنی باز هر چی میگردی به چند تا اسم تکراری میرسی که کیاس؟ شرکت های سهام عدالت، هلدینگ های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که این یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا باز همون خصولتی‌ها که خصوصی و دولتی با هم قاطی‌اند. شما اشاره کردید به یک ستادی به نام ستاد اجرایی فرمان امام. اگه میشه توضیح بدید این چه ستادیه؟ بله، این ستاد اجرایی فرمان امام خودش یک کارتل خیلی بزرگه که اینو بارها هم مقاومت ایران افشا کرد سر غارتگری ها و دزدی و چپاولگری هایی که داره میکنه همین الان. خبرگزاری رویتر هم تو سال 94 از درآمد اون گفتش که 95 میلیارد دلار درآمدش رو برآورد کرد. اینو خود خمینی قبل از اینکه یک ماه قبل از اینکه بمیره فرمان تو در واقع شکل گرفتنش رو صادر میکنه. و بعد از اون هم دیگه این شروع به چپاولگری های خیلی زیادی میکنه. مثلا بذارین از خود متن براتون بخونم که گفته که بازوی اجرایش توی بورس گروه تدبیره. گروه توسعه اقتصادی تدبیر هلدینگ های مختلفی رو زیر مجموعه خودشون دارن که سهام عمده شرکت های مختلف رو از نفت، پتروشیمی تا مخابرات تحت پوشش قرار میدن. یعنی تمام اینا، نفت ایران، پتروشیمی، مخابرات، اینا همه زیر در واقع همین بخشای این ستادن. یافتن تصویر دقیقی از مجموعه دارایی ها و فعالیت های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام به راحتی ممکن نیست و می توان حد زد که بورس تنها قسمتی از فعالیت های اقتصادی این نهاد شامل میشه. یعنی خود این امیالان در واقع کلی کارتل بزرگی هست که کلی از اقتصاد ایران رو زیر چپاول خودش داره. و دیگه این هم مشخصه، در واقع یک نتیجه گیری بخوایم از همین بحث بکنیم، تمام در واقع اقتصاد ایران زیر چنگ سپاه و ولایت فقیه هست که اگر هم بخواد چیزی حل بشه تنها و تنها با سرنگونی همین ولایت فقیه عملی خواهد شد. بله، تشکر میکنیم از گزارش اقتصادی هفته و امیدواریم که در هفته آینده بتونیم از گزارشات بیشتر شما استفاده کنیم.